با سلام و درود به دوستان عزیزم در کانال فارسینت. امیدوارم تو بهترین روزهای زندگیتون باشین. اگه به تازگی همراه کانال ما شدین، لطفاً ما رو سابسکرایب کنین و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. در این ویدیو میخوام بهتون مواد غذایی مرگ‌آور و کشنده رو بگم، پس همراه ما باشید. ما عاشق غذاها هستیم. عشق به غذا آنقدر در ما زیاد است که اتاقهای ذخیره ویژه‌ای برای آنها قرار دادیم. به پخت و پز میپردازیم و حتی برنامه‌های تلویزیونی مرتبط با آنها را میبینیم. غذاها را به عنوان سرگرمی میشناسیم و با خوردن آنها لذت میبریم. تشخیص طعم، بو، مزه غذا برای ما راحت است، اما تنوع غذا آنقدر در زندگی ما زیاد است که اختیار تک تک آنها را از دست می دهیم. ما در این ویدیو به معرفی غذاهای مرگباری می پردازیم که ممکن است در این سیل انبوه آنها را برای نخستین بار بشناسید. 1. دانه میوه ها. برخی از رایج ترین، تازه ترین و محبوب ترین میوه هسته های خطرناکی دارند. هسته گیلاس، سیب و حتی هلو متشکل از نوعی هیدروژن سیانید به نام اسید پروسیک هستند. هیدروژن سیانید یا اسید پروسیک هر دو به طور یکسان برای انسان ها و پستانداران فوق العاده سمی هستند و با بالا بردن غلظت می توانند تنها در چند دقیقه موجب مرگشان شود. پس بیش از خوردن میوه اطمینان حاصل کنید که هسته شان را خارج کرده اید. 2. بادام هندی خام. برخلاف باور عموم، بادام هندی هسته میوه است و مانند هسته دیگر میوه ها می تواند خطرناک باشد. بادام هندی حاوی یک ماده شیمیایی خطرناک تحت عنوان اوروشیول می باشد. اوروشیول مربوط به یک پیچک سمی است که موجب واکنش های شدید آلرژیک می شود. 3. ریواس. هیچ چیز به اندازه پای ریواس خوشمزه نیست و فواید ریواس حیرت انگیز است. اما هیچ می دانید برگ های ریواس سمی هستند؟ برگ‌های ریواس به دلیل داشتن سم شناخته شده به نام اسیک ازالیک می تواند منجر به سنگ کلیه شود. فقط کافی است چند تا برگ ریواس بخورید تا بیمار شوید و اگر بیشتر از چند تا بخورید مطمئناً دچار عواقب مرگبار می شوید. 4. جوز هندی. آیا می دانید جوز هندی توهم‌زاست؟ درست است. این ادویه به ظاهر بی‌آزار در آشپزخانه تان یک راز کوچک کثیف دنبال دارد. شما به مصرف فقط 0.2 اونس جوز هندی می توانید تشنج کنید و با مصرف 0.3 اونس از آن ممکن است دچار یک حمله ناگهانی شدید شوید. خوردن جوز هندی ممکن است منجر به جنون جوزی شود که به توهم و سردرگمی می انجامد. 5. عسل خام. عسل خام غیر پاستوریزه منجر به عوارض جانبی از جمله تعرق بیش از حد، ضعف، تهوع و استفراغ می شود. این علائم می تواند تا 24 ساعت به طول انجامد. به این واکنش ها عنوان مسمومیت عسل دادند. بنابراین برای درام ماندن فقط عسل پاستوریزه بخرید. 6. دانه های ریز. چه کسی فکر می کرد که این دانه های به ظاهر بی ضرر به مرگ بی انجامد؟ دانه های کرچک حامل نوعی سم تحت عنوان ریسین هستند که جزء کشنده ترین سم ها برای انسان شناخته شده است. ریسین به عنوان یک عامل جنگ مورد بررسی قرار گرفته است و حتی گزارش شده است که ماموران مخفی و آدمکش ها از این سم استفاده کردند. 7. لوبیا لیما. لوبیا کره‌ای یا لوبیا لیما مانند بسیاری از حبوبات دیگر بیگناه است، اما به جز زمانی که خام خورده شود. مصرف خام این لوبیا کشنده هستند، چرا که حاوی مقدار زیادی سیانید می باشد. بنابراین موقع خوردن این نوع لوبیاها باید اطمینان حاصل کنید که کاملا پخته شدن. 8. بادام زمینی. اجازه ندهید آقای بادام زمینی شما را فریب بدهد. بادام زمینی می تواند جز مرگبارترین خوراکی ها باشد. حدود 1% جمعیت آمریکا به بادام زمینی آلرژی دارند و بادام زمینی شایع ترین علت مرگ مرتبط به آلرژی مواد غذایی به شمار می رود. بنابراین اگر مطمئن نیستید به خوراکی حساسیت دارید یا نه، بیشتر مراقب باشید. 9. جوانه لوبیا. جوانه لوبیا بسیار خوشمزه هستند، به خصوص که در سالات ها و ساندویچ ها استفاده می شوند. اما مراقب باشید، حدود 30 مورد گزارش بیماری ناشی از مصرف خام و کم پخته شدن جوانه لوبیا بوده است. از آنجا که جوانه های لوبیا در رطوبت رشد می کنند، متاسفانه محیط برای رشد باکتری ها مساعد است. 10. ماهی تون.
حتما شما هم از ماهی تون مصرف میکنید. باید بگوییم این ماهی حاوی جیوه است. وقتی که شما ماهی تون حاوی جیوه میخورید، جیوه ممکن است از طریق کلیه هایتان عبور کرده و کاملا دفع شود یا به مغز برود و دیوانه تان کند. بنابراین در مصرف ماهی تون محدودیت ایجاد کنید. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. خدا نگهدار.